ساعت 7 صبح در شهر کوچک چسکا اسکالیتسه در جمهوری چک. خبرنگاران منتظرند. منتظر واتسلاف هاول، رئیس جمهور سابق جمهوری چک، که مشغول ساخت نخستین فیلم خودش است. Je to zkušenost velmi zvláštní, pozoruhodná, po které تجربه جالب و هیجان انگیزی است که در تمام سالهای عمرم به دنبالش بودم. خیلی جالبه که همه چیز به خوبی عمل میکنه. مثلا در حین کار فکر تازه‌ای به سرم میزنه و اون رو به راحتی برای فرد کنار دستی تعریف میکنم. روز بعد اون ایده ساده تر از این زمانی که به ذهنم رسیده عملی شده. زمانی که من هنوز رئیس جمهور بودم، هیچگاه کارها در دولت به این خوبی پیش نمی‌رفتند. Takhle to ve státě vůbec nefungovalo, když jsem byl ve funkci politické. Akce. تئاتر آخن در آلمان سال 2009 نمایشی به نام کنارگیری اثر واتسلاف هاول، داستان طنزآلود صدر اعظمی که در آستانه ترک قدرت قرار دارد و اینکه چه چیزهایی را اجازه دارد با خود ببرد. صدر اعظم در نمایش با از دست دادن قدرت معنای زندگیش را هم از دست می‌دهد. شخصیت نمایش هاول برکنار شد، اما خود او نه. هاول پس از 13 سال و با اتمام دوره زمامداریش از کاخ دولتی در پراگ خارج شد. Rozhodně nejsem podobný té hlavní postavě. من به هیچ عنوان شباهتی به شخصیت اصلی فیلم یا نمایشم ندارم. شرایط من کاملا متفاوت بود. من زمانی که از دنیای سیاست خارج شدم، آزادی و فراغ بال عجیبی حس می کردم. هیچگاه هم دلم برای سیاست تنگ نشد. ترک قدرت با اقتدار کار ساده‌ای نیست. هورست کولر، رئیس جمهور پیشین آلمان، مثال مشهوری در صحنه سیاست این کشور است که با فشار منتقدان از قدرت کناره گرفت. او با ناراحتی اعلام کرد که می‌رود، زیرا احترامی در این جایگاه برایش باقی نمانده است. این هم بازنده دیگری است. گوردون براون، رئیس جمهور پیشین بریتانیا، که تسلیم مخالفان شد. برای هاول اما خداحافظی از قدرت بخشی از سیاست است. Přicházejí nové, něco odchází, lidé odcházejí. دوره‌ها عوض می‌شوند، مفاهیم جدیدی از راه می‌رسند و انسان‌های جدیدی. حالا هوای سیاست هم تغییر می‌کند. در چنین شرایطی ما خود را دائم عذاب می‌دهیم که چرا این گونه شد یا چرا آن اتفاق افتاد. این موضوعی بود که من سعی کردم در فیلمم به آن بپردازم. موضوعهای جنجالی همیشه باب میل هاول بودند، چه در سیاست و چه در ادبیات. او حتی به دلیل انتقاد از نظام سیاسی کمونیستی سابقه حبس هم دارد. هاول در سال 1989 به عنوان نخستین رئیس جمهوری نظام دموکراتیک در جمهوری چک برگزیده شد. او در مجموع 13 سال برای چکسلواکی و بعدها جمهوری چک ثبات سیاسی به ارمغان آورد. شرایط سیاسی در جمهوری چک در سالهای اخیر اما چندان باثبات نبوده است. 6 دولت در مدت 7 سال، دائم بی‌اعتمادی، دائم کناره‌گیری و دائم انتخابات جدید. خیلی ها آرزوی زمامداری هاول را دارند. هاول پس از انقلاب زحمات زیادی برای گذار ما به دموکراسی کشید. به اعتقاد من هاول بزرگترین فرد در جمهوری چک و مهمترین شخصیت در تاریخ معاصر این کشور است. واتسلاف هاول، رئیس جمهور سراینده. فیلم او شاهدی است بر اینکه هاول در زمان درست از مقام خود کناره گرفته است. به نظر من بزرگترین مشکل سیاست کنونی عدم آینده نگری است. سیاستمداران از یک انتخاب تا انتخابات دیگر رنگ عوض می کنند و تحت تأثیر جهتگیری های جهانی هستند. آنان به این نمی اندیشند که در 50 یا 100 سال آینده چه بلایی بر سر جهان خواهد آمد. واتسلاف هاول یکی از معدود کسانی است که ترک قدرت نه پایان خط، بلکه آغاز عصری نو در زندگیش بود.